ماه مهرم از راه رسید. احتمالا خیلی از مادر پدرها یا معلما از اینکه گوشی اندرویدی ندارن که روش نرم افزار شاد رو نصب بکنن یا اینکه نمیخوان از گوشی شخصشون واسه این کار استفاده بکنن رنج ببرن و باش مشکل داشته باشن. راه حل چیه؟ راه حل استفاده از نرم افزارهای امولیتوره. امروز قراره بهتون یاد بدم یه دونه از بهترین امولیتورهای ویندوز رو بشناسیم و بعد بیایم برنامه شاد رو روش نصب بکنیم و کار بکنیم. من برنامه شاد رو میگم، شما هر برنامه دیگر رو دلتون خواست جای اون بذارید، با من همراه باشید. سلام، من اردشیر کابینی هستم، اینجا چهارراه کامپیوتره و همونجور که گفتم امروز قراره با همدیگه یاد بگیریم یه دونه امولیتور اندروید رو روی ویندوزمون نصب بکنیم و بتونیم برنامه‌های اندروید رو روی اون استفاده کنیم. همین اول احتمالاً واسه خیلیاتون سواله که گفت آقا ویندوز گفته که روی ویندوز 11 نرم افزارهای اندرویدی نصب میشه. بله، ویندوز 11 احتمالاً از چند ماه آینده نرم افزارهای اندرویدی روش نصب میشه، ولی دقت کنید فقط فعلا نرم افزارهایی که توی آمازون وب استور باشه و قطعاً یه برنامه مثل شاد توی آمازون وب استور نیست. پس خیلی دنبال اون نباشید که آقا اون میاد از اون استفاده میکنیم. فعلا بهترین راهی که واسهتون وجود داره اینه که از همین نرم افزارهای امولیتور استفاده کنید. نرم افزار امولیتور چیه؟ نرم افزار امولیتور یه نرم افزاریه که میاد محیط اندروید رو برای ویندوز شبیه سازی میکنه و میگه آقا فرض کن من یه اندرویدم، حالا بیا هر کاری دلت میخواد اینجا انجام بده، هر نرم افزار رو دلتون بخواد میتونید نصب کنید و غیره. نرم افزارهای خیلی زیاد امولیتوری وجود دارن. من قبلا یکی دو تا ویدیو ساختم که شما بتونید اندروید رو کامل روی یک ماشین مجازی نصب بکنید، ولی برای خیلیا سیستمشون جواب نمیده و اصلا نیازی ندارن میخوان اون همه سختی بکشن. نرم افزارهای خیلی ساده و جمع جوری هستن که این کارو واسمون انجام میده. حالا مشکلات خودشون هم دارن قطعا که امروز قراره بریم سراغ اونا. اغلب پدر مادرها یا معلما ترجیحشون اینه که واقعا این نرم افزارها رو نصب بکنن و کار باش بکنن. نمیخوام خیلی توضیح بدم، من بعدم یه ویدیو در رابطه با امولیتور و سیمولیتور میسازم، اونجا یه عالمه توضیحات دیگه بهتون میدم. امروز قراره بریم یه دونه از این امولیتورا رو نصب کنیم. نرم افزار امولیتور تا دلتون بخواد هست. معروف ترینشون نرم افزاری به اسم بلو استکس، بعدش ناکس هست، ممو هست، LD Player هست و غیره. ما قراره امروز نرم افزار LD Player رو نصب کنیم. چرا؟ من یه عالمه ویدیو مختلف دیدم، خودم هم تست کردم، توی این تستایی که انجام دادم و توی ویدیوهایی که دیدم LD Player جز بهتریناشونه. سبکتر نیست نسبت به بقیه، یه ذره حجم فایلش شاید از بلو استکس بیشتره، ولی اصلا گیر و گورایی که بلو استکس داره رو نداره. نکته مهمش اینه که باید سیستمتون یه ذره جدید باشه که قابلیت اینتل وی تی رو داشته باشه و اگه اینتل وی تی رو نداشته باشه دیگه پشتیبانی نمیشه. از اونجایی که از سیستم‌های حدوداً 15 سال پیش به این ور همه این رو دارن، دیگه ما فرض میکنیم که سیستم شما این قابلیت رو داره و میتونید ازش استفاده بکنید. پس قراره بریم با هم دیگه اون رو نصب کنیم. گفتم نرم افزار تا دلتون بخواد هست. من یه مقاله واسهتون میذارم توی توضیحات ببینید چه نرم افزار دیگه ای هست. اگه خواستید در مورد اونها میتونم ویدیو درست کنم، ولی این نرم افزار خیلی خوب و کاراست و کار شما رو راه میندازه. پس بریم با هم توی کامپیوتر، یادتون بدم LD Player رو دانلود بکنید، نصبش بکنید، حتما سیستمتون رو بعدش ریستارت کنید و بعد اندرویدتون رو بیارید بالا. آها، و یه نکته جذابی که LD Player داره اینه که شما میتونید N تا اندروید مختلف داشته باشید. یعنی شما میتونید یه دونه LD Player رو بیارید بالا برای علی، یه دونه دیگه LD Player بیارید بالا برای محمد، یکی دیگه بیارید برای مثلا اردشیر. سه نفر میتونن LD Player مختلف داشته باشن و کارشون رو انجام بدن. پس اگه پسر اولتون مثلا میخواد بره کار بکنه، میره اندروید خودش رو میاره بالا، کارش رو میکنه، خاموش میکنه، میره کنار، نفر بعدی میاد میشینه کار خودش رو میکنه. این مزیت رو هم داره این نرم افزار. همین، خیلی صحبت نکنیم، بریم تو کامپیوتر با هم دیگه یاد بگیریم این رو انجام بدیم. اگر هنوز سابسکرایب این کانال نیستید خوشحالم میکنید دکمه سابسکرایب بزنید، زنگوله بغلش هم بزنید. راستی این ویدیو به درخواست مادر پدرها داره ساخته میشه، یعنی خیلی از مادر پدرها به من گفتن، از جمله مادر پدرای فامیل که تلفن زدن گفتن یا ویدیو رو بساز یا فلان. بریم ما هم دیگه شروع کنیم. خب حالا میخوایم بریم LD Player رو نصب کنیم. ببینید وارد سایت ldplayer.net میشم. اینجا میتونید نسخه های مختلفش رو انتخاب کنید، مثلا نسخه 51 رو میخواید یا اندروید 64 بیتی رو میخواید، یا اینکه روی همین حالت وسط بزنید و این رو شروع کنه واسه تون دانلود کردن. شروع میکنه به دانلود کردن.
حدود 400 خورده میگه که من از قبل دانلودش کردم، پس پاز میکنم و ناکنید من از قبل دانلودش کردم، اینجا هست. حالا میخوایم مراحل نصبش رو با هم ببینیم، اجراش میکنم. تو این صفحه که باز میشه دقت بکنید، اگر اینجا زبانش درست نباشه احتمالا چیز نمیتونید بفهمید، زبان رو عوض کنید تا بتونید بفهمید چیه قضیه. نمیخونه و نتونستم زبان رو عوض بکنم، این ستاپش ریفرش نمیشه، مشکل نداره، ما فعلا همین نصب رو باید بزنیم. این گزینه پرسونالایزه که اگه بزنید میتونید مسیر رو عوض کنید، بگید توی مسیر دیگری نصب بشه، هر مسیر دیگری که خواستید رو میتونید تعیین کنید. اینجا هم باید لایسنسش رو بخونید اگه خواستید، که ما کار نداریم، و اینجا اینستال رو میزنیم. میره نرم‌افزار رو نصب کنه. بر اساس قدرت سیستمتون مدت زمانی طول میکشه. صبر میکنم تا تموم بشه. خب اینجا یه پیغام داده، میگه که سرویس رو روی ویرچوال ماشین شما تونستم نصب بکنم و فعال شده. حالا اگر به مشکل خوردید، مثلا باز نشدن امولاتور، فریز کردن یا بلو اسکرین، یک بار ریستارت کنید سیستم. من به این کار ندارم، میبندمش، اینم میبندم. این پیغام آمد که کانگراتولیشن، تبریک گفت که ما تونستیم نصبمون رو انجام بدیم. خب دو تا صفحه واسه من اینجا اومد، این که ستاپ هم بود بذاریمش کنار، یه دونه LD پلیر و یه دونه LD مالتی پلیر. اول بریم سراغ LD پلیر، اجراش میکنم. خب همونجور که دیدید یه ارور میداد و من یک بار کامپیوتر رو ریستارت کردم و مشکل حل شد. حالا نرم افزار رو اجراش میکنم دوباره. ببینید میاد میره، شروع میکنه کامل شدن و نرم افزار باز میشه. از اینجا دقیقا شما انگار یه دونه گوشی اندروید دستتونه و حالا یه سری برنامه های نش کدوم نصب نیستا، اینا رو بعد هر کدوم خواستید بزنید و اجرا کنه نصبش کنه و بتونید کاراتون رو انجام بدید. حواستون باشه اگه خواستید برنامه رو ببندید باید از اینجا بزنید ببندید، اگه این رو بزنید کل LD پلیر بسته میشه. این رو میزنم. خب بریم اول یه نگاه به تنظیمات بندازیم. دو تا تنظیمات مهم داریم. اگه میخواید تنظیمات LD پلیر رو عوض بکنید باید از اینجا بزنید و وارد تنظیمات بشید که یه عالمه تنظیم داره. نها کنید مثلا میتونید رزولوشن رو تعیین کنید، تبلت مود باشه، موبایل مود باشه، صفحتون خیلی عریضه بذارید روی این حالت یا کاستومایز هر حالتی بخواید. میتونید بگید چند تا هسته سی پی یو میخواید اختصاص بدید به LD پلیر، چقدر رم اختصاص بدید، پیشفرض 4 گیگه، من کردمش 8 گیگ که روونتر کار بکنه، چقدر فضای دیسکتون رو میخواید اختصاص بدید و از کجا میتونید مثلا اکسپندش بکنید بیشتر، 12 گیگ بیشتر باشه، من میذارم نه همین باشه. کشتون رو میتونید از اینجا پاک کنید. مدلی که اومده از روش ساخته چی باشه، پیشفرض یه مدل سامسونگه که حالا بهتون نشون میدم، من مثلا اومدم کردمش ایسوس، یه مدل خاص آروجی گذاشتم که مثلا گوشی قویه، همه اینا تنظیمات مخصوص اون گوشی رو به خودش اختصاص میده. گیم ستینگاتون میتونید عوض بکنید، چند FPS باشه که بسته به صفحتون، اگه میخواید صفحه لمسی دارید و میخواید کار بکنید این رو عوض کنید. آدیوتون چی باشه، نتورکتون چی باشه، میبینید کاملا تنظیمات خیلی زیادی داره که شما میتونید تنظیم بکنید. دونه دونه افاتون رو میتونید تعیین کنید که چه کاری واسهتون انجام بده، همه چیز قابل برنامه ریزیه. والپیپر پشت صفحتون چی باشه و یه سری تنظیمات دیگه که من بهش کار نرم. اینا تنظیمات LD پلیر بود. حالا تنظیمات خود گوشی اندروید چی؟ از اینجا ستینگ رو بزنید انگار که تنظیمات خود گوشی اندروید، وایفایتون، بلوتوستون، دونه دونه هر چیزی که باید بشناسه رو میشناسه. از اینجا نها کنید، پیشفرض یه دونه وایفای به اسم گاردن شناخته. این وایفای پیشفرضیه که خودش ساخته و داره در اصل از کارت شبکه کامپیوتر من استفاده میکنه، اون رو میرر کرده و ازش استفاده میکنه. برای اینکه بتونید درست کار بکنید و حالا برنامه‌های دلخواهتون رو نصب کنید، مثل برنامه شاد که ما می‌خوایم نصب کنیم، کافیه بیاید اینجا پلی استور رو بزنید و ساین این بکنید، یا اینکه از برنامه‌های دیگه استفاده بکنید مثلا بازار، یا برید کلا خود برنامه شاد رو دانلود کنید. بریم وارد براوزر بشیم. من اینجا میام سرچ میکنم شاد، شاد اپ رو میزنم، ناکنید خود سایت شاد رو میاره، سایتش رو باز میکنم، از اینجا دانلود نسخه اندروید رو میزنم. شروع کرد به دانلود نسخه اندروید. اگه دقت کنید اینجا این رو که دانلود کرد میتونم نصبش کنم. حالا تا این داره این کار انجام میده، ما بریم گوگل پلیمونم برای خودمون عضو بشیم.
خب و حالا ببینید دیگه گوگل پلی دارم، هر برنامه‌ای که تو گوگل پلی من باشه میتونم دانلود کنم و نصب کنم و برنامه دیگرم که اینجوری تونستیم دانلود کنیم. ببینید این شاد رو دانلودش کردم، میزنم نصب بشه، میخوام این رو نصبش کنم، اینستال رو میزنم، اوپن میکنم. ببینید خودش هوشمندانه چرخوند به خاطر اینکه باید اینوری باشه و ورود به برنامه. از این بعد دیگه شما میتونید از این برنامه استفاده کنید. ببندمش، اینم ببندیم. خب نگاه کنید برنامه شاد اومد اینجا و از اینجا میتونید استفاده کنید. هر برنامه دیگری هم خواستید شما میتونید چه فایل APK رو داشته باشید، چه از گوگل پلی دانلود بکنید یا از مثلا بازار بخوایم دانلود کنیم. بیایم اینجا ببینید چون من کیبورد کامپیوترم فارسی هست، اینجا به راحتی فارسی رو میتونم سرچ بکنم، دیگه نیازی نیست بخواید اینجا فارسی فعال کنید. کافه بازارم میتونم از اینجا بگیرم نصب کنم که حالا برنامه ایرانی رو هم به راحتی از داخل کافه بازار یا مایکت دانلودشون بکنیم. هر کدوم رو بخواید میتونید استفاده بکنید. تا اینجا کارهای اصلی رو دیدیم، ولی یه قابلیت خیلی جذاب دیگری که الدی پلیر به ما میده اینه که شاید شما چند نفر باشید و بخواید با یک کامپیوتر کار بکنید و میخواید چند تا گوشی مختلف داشته باشید. من میذارم این باز باشه، میدمش پایین، بریم ببینیم این الدی مالتی پلیر چیه. بازش میکنم، نگاه کنید میگه آقا یه دونه LD پلیر رانه. الان من میگم من میخوام یه دونه دیگه هم داشته باشم، نیو LD پلیر یا کلون بکنم. کلون کنم یعنی چی؟ یعنی همین چیزایی که الان هست باشه، یه دونه دیگه عین این رو کپی کن بذار که من از این به بعد بتونم تغییری بدم. یا نه من میگم اتفاقا میخوام یه دونه نیو باشه، یه نیو واسه هم میسازه. میام اینجا اسمش رو عوض میکنم، میذارم LD پلیر اردشیر و اینجا تازه میگم که آقا یه دونم شورتکات واسم بنداز رو صفحه، شورتکاتش هم داشته باشم و استارتش میکنم. نگاه کنید این یکی رو استارت کرد واسه من. من همچنان LD پلیر قبلیمو دارم، اجراس، برنامه دلخواهم روش نصبه. اگه یادتون باشه ستینگش رو عوض کرده بودم، تنظیمات خاصی گذاشته بودم. اینو میدم پایین. نگاه کنید یه دونه LD پلیر دیگه اومد واسم بالا که ستینگش تغییر نکرده، پیشفرض روی مدل سامسونگ، بعد رمش 4 گیگ مثلا و اینجا بس خودم هر کاری دلم بخواد میتونم انجام بدم. پس اگه شما چند تا بچه دارید تو خونتون میتونید از این روش استفاده کنید و هر کدوم جداگونه LD پلیر خودشون رو داشته باشن، یا اگه چند نفر هستید که میخواید همزمان استفاده بکنید از LD پلیر های مختلف، این قابلیت رو بهتون میده که این کار رو بتونید انجام بدید. خب همونجور که دیدید تونستیم با هم دیگه این برنامه رو نصب بکنیم و میتونیم الان دیگه ازش استفاده کنیم. هر برنامه‌ای که دلتون بخواد و تو اندروید باشه رو اینجا قابلیتشو دارید که نصب کنید. فقط امکان داره یه برنامه‌ای نیاز به یه چیزی داشته باشه که اینجا ساپورت نشه. مثلا اگه صفحه شما لمسی نیست بازی‌ها رو نمیتونید اینجا انجام بدید، ولی خب اگه صفحتون لمسی باشه به راحتی میتونید این کارم انجام بدید. یا مثلا یکی از مزایایی که این نرم افزار داره اینه که دوربین رو ساپورت میکنه. یعنی اگه وبکم شما لپتاپی دارید که وبکم داره، مثلا توی نرم افزار مثل اینستاگرام دوربینش ساپورت میشه و میشه از اون یه استفاده هایی کرد. تو بعضی از نرم افزارها این ساپورت هم وجود نداره که LD پلیر اون رو داره و خیلی جذابش میکنه. همین، امیدوارم این آموزش به دردتون خورده باشه و بتونید ازش استفاده کنید. امیدوارم سال تحصیلی خوبی رو داشته باشیم. واقعا امیدوارم که زودتر واکسن بزنیم، شر این ویروس کنده بشه و بتونیم برگردیم به مدرسه ها. اونجا درس دادن و درس خوندن به نظر من خیلی جذاب تره. من علی شیر کابینی هستم، اینجا چهارراه کامپیوتر. فعلا خدا نگهدار.